عشاق یا اوج، پردگردانی به شور. عشاق از مقامهای دوازدهگانه قدیمی بوده و فارابی از اون یاد کرده. همچنین موسیقیدانان عرب و ترک مبنای موسیقی خودشون رو این مقام میدونن که دارای 8 نغمه بوده و 1.5 بانگ داشته. تو سازی پرده عشاق را ساز، نغم در زابل و در اوج انداز. شعر از بهجت هست. عشاق دارای 2 شعبه بوده، زابل و اوج. عشاق دایره اول از ادوار مشهور قدیم بوده و در یکی از کتاب ها به این برمی خوریم که فاما عشاق و فهیت دایره الاولا، یعنی که عشاق دایره اول هست. البته از واژه عشاق به معنی پرده هم استفاده می کردن. پرده های عشاق، نوا و بوسلیک بسیار مشابه هم بوده، به نوعی که انگار دایره مرکزی عشاقه و بوسلیک و نوا از اون استخراج می شدن و این سه تا دارای مناسبت بودن با هم و در انسان به قول قدما ایجاد شجاعت و احساس قوت و بست می کردند. تو می دونیم که در موسیقی قدیم ایران به موسیقی درمانی و درمان از راه نغمات موسیقی عقیده داشتن و علمی هم در این رابطه وجود داشته و مقام های مختلف برای بیماری های مختلف پیشنهاد می شده. به نوعی میشه گفت اصل نوا و بوسلیک عشاق هست که از دل اون بیرون میان. همچنین جمله‌ای داریم به این شکل که این سه دایره دوایر ملایم و موافق تباع اتراک و حبشه و زنگبار و سکان جبال باشد، به معنی که هم ترک ها و هم اعراب و هم کوهنشینان این سه مقام رو دوست می داشتند. دایره عشاق شامل 5 بحر بوده. بحر به معنی دستان یا پوزیسیون می تونیم در نظر بگیریم. بحر اول الف دال ز ه که شامل دو ر می به کار فا، تنینی بقیه. بحر دوم از نوت ر شروع میشه، دال ز ه یا، ر می فا سل. بحر سوم ز ه یا یت می فا سل لا. بحر چهارم ه یا ید یه فا سل لا سی بمول که شامل تنینی بقیه. بحر پنجم یا ید یه یه با ه جیمی که شامل سل لا سی بمول دو تنینی بقیه تنینی. و به طور کلی فواصل عشاق شامل دو ر می فا سل لا سی بمول دو هست. تنینی بقیه، تنینی بقیه و تنینی هست. از واژه عشاق که به معنی عاشقان و دلباختگان هست در شعر ایرانی بسیار زیاد استفاده شده، شاید بیشتر از هر مقام دیگه ایرانی. بود آواز تو چون خنده گل، پرده نشین چه ز عشاق شنیدی که نواخوان شده ای. صائب تبریزی. امروز عشاق از گوشه های مهم و اصلی بسیاری از دستگاه هاست، معمولا در راس پنجگاه و نوا، همچنین همایون و دشتی اون رو میبینیم. حال و هوای راس پنجگاه در گوشه عشاق حال و هوای دستگاه نوا خواهد بود، یعنی یک مقدار فرق داره با بقیه. بقیه به سمت شور انگار ما رو میبرن، ولی حال هوای عشاق در راس پنجگاه شبیه به نوا هست و اگر ما راس پنجگاه فا اجرا کنیم لارو کرون خواهیم کرد و به سمت نوا در نوت دو، یعنی پنجم بالاتر از شاهد راس پنجگاه خواهیم رفت. در نوا فواصل عشاق با جانفضا و بوسلیک نزدیکی داره و اساساً میشه گفت چند واژه اوج، عشاق و بوسلیک به نوعی یک جور هستند و یک چیز رو میخوان نشون بدن. و در همایون هم بعد از بیداد این عشاق رو داریم که ما رو به سمت شور میبره. اساساً وقتی ما یک دنگ دشتی داشته باشیم، مثل دنگ دشتی دو ره می به ملفا و بعد از نوت ره، نوت دوم این دنگ، یک دنگ شور ایجاد کنیم، ره می کرون فا سل، حالت عشاق به وجود میاد و بعد به سمت سل پیش میریم
و گاهی هم ممکنه که به سمت نوت اول، یعنی نوت اول شور بیان و این حالت در نوا در اینجا ایجاد شده. اگر ما به سمت سل بریم، اوج رو شکل دادیم. اگر به سمت ر بیایم، به نوعی میتونیم بگیم اشاق رو ایجاد کردیم.